زمانك شما یک کسر را می نویسید در حقیقت یک کلمه در باره عدد بالا و عدد پایین موجود است و کلمات خیلی خوبتر نسبت به عدد بالا و عدد پایین است. معمولاً چیزی که ریاضیدان ها از آن استفاده می کنند کلمه صورت را به عدد بالا و کلمه مخرج را به عدد پایین انتخاب کردن. کلمه مخرج را به عدد پایین. حالا چیزی که می خواهم کنم، وقتی که ما می فهمیم که عدد بالا را صورت کسر و عدد پایین را مخرج کسر می گوید، ما می خواهیم که یک جفت از کسر را که صورت و مخرج های آن مساوی است مقایسه کنم. بیایید به جفت اولی نگاه کنیم. می خواهم 4/7 را با 3/7 مقایسه کنم. من تمام آن را درست اینجا که عین کل هستن دارم. من آنها را به 7 قسمت تقسیم کردم و من آنها را به قسمت های مساوی تقسیم نمودم. می خواهم ببینیم که کدام آنها بزرگتر از 4/7 یا هم 3/7. پس چیزی که می توانم انجام دهم، می توانم 4/7 را پر کنم. پس اجازه دهید که 4 از اف را انتخاب کنم. پس آن از 1, 2, 3 و 4. در حقیقت کوشش می کنم به خاطر داشتن 4/7 و 3/7 را داشته باشم. یک نقل خوب برایتان میدم که 4/7 احتمالاً بزرگتر هست. مگر حالا بیایید که 3/7 را رنگ دهم تا آن را مقایسه نماییم. پس 1, 2, 3/7. و این کاملا واضح است که به طرف دست چپ را ما سایه کل می دهیم نسبت به طرف دست راست. پس 4/7 یک کسر بزرگ را شرح می کند نسبت به کل 3/7. و در حالت بیان کرده می توانیم که مقایسه ریاضی با سمبول بزرگتر نشان داده می شود. ما نوشته کرده می توانیم که 4/7 بزرگتر از 3/7 است. حالا علامه بزرگتر و علامه کوچکتر بعضی اوقات گیج کننده است. این بزرگتر و این هم کوچکتر است. پس این بزرگتر است و این هم کوچکتر. و در حالتی می توانیم باید داشته باشیم که علامه آن بزرگتر است که علامه نقطه کوچک همیشه به طرف عدد کوچک می باشد و علامه دهنه باز همیشه به طرف عدد بزرگتر باز می باشد. پس اینجا دهنه باز علامه به طرف عدد 4/7 باز است و نقطه کوچک علامه به طرف 3/7. پس 4/7 بزرگتر از 3/7. حالا این 3/7 و 3/4 چطور می شود؟ پس چیزی که الان من دارم این است که صورت های مساوی و مخرج های مختلف است. و من شما را تشویق به ایستاد کردن ویدیو می نمونم و می خواهم که عین شکل جبه ها را رسم کنید و می خواهم با خود قضاوت کنید که کدام آن کسر بزرگتر است. عدد بزرگ را شرح می کند. خب بیایید رنگ دهیم آنها را. بیایید اول درباره 3/7 فکر نماییم. در حقیقت ما وقت آن را رسم کرده ایم، ما واقعا آن را سریع تر انجام می دهیم. پس آن 3/7 است. من رنگ ساختم 3/7 گروپ مساوی را. و چی خواهد بود؟ 3/4. خب آن است 1/4، 2/4 و 3/4. و این کاملا واضح است که 3/4 یک کسر بزرگ را شرح می کند. 3/4 بزرگتر است و 3/7 کوچکتر. پس نوشته کرده می توانیم که 3/7 کوچکتر از 3/4 است. پس توجه نمایید که عین صورت زمانی که ما تقسیم می کنیم به خاطر کلامه کسر می تواند عین شکل تقسیم نشان داده شود. زمانی که عین شکل از گروپ ها را داشته باشیم و یا
این کسر از گروپ های دیگر پسه برعف در مقابل بر 4. این یک عدد کوچک است که مفهومی را می دهد. حالا اجازه دهید که این دو را با هم مقایسه کنیم. ما عین مخرج و صورت های مختلف داریم. 3/4 در مقابل 2/4. خب 3/4 را قبلا دیده بودیم. ما 3 آن را می توانیم سایه دار کنیم. پس 3 از آن 4. پس آن 3/4 درست آنجاست. و بعد از 2/4 که فقط می خواهیم که 2 از 4 را داشته باشیم. پس 2/4 واضح یک عدد کوچک است. 3/4 یک عدد بزرگتر. پس یک بار دیگر نوشته کرده می توانیم که 3/4 بزرگتر از 2/4. و بعدا من بار آخر شما را تشویق به توقف ویدیو می نمایم. کوشش کنید که خواه 2/4 و یا 3/6 یک عدد بزرگتر است. خب اجازه دهید بار دیگر رنگ نمایم. ما در حال حاضر 2/4 را دیدیم. ما فقط ضرورت داریم که 2/4 را رنگ نماییم. پس بیایید درست آنجا 2/4 را رنگ نماییم. و بعدا 3/6 را ما به 6 بخش مساوی جدا ساختیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ما ضرورت به رنگ ساختن 3 عدد آن داریم. و قسمی که شما دیدید من دقیقا مقدار عین عدد را رنگ ساختیم. این دو کسر با هم معادل هستند. اینها کسرهای معادل هستند. 2/4 مساوی به 3/6 است و قسمی که شما اینجا میبینید آنها نصف از اعداد کل را پر میکند. اگر ما کل را رسم کنیم فقط آنها جدا سازیم. اجازه دهید که آنها با رنگ مختلف انجام دهم. اگر ما کل را داشته باشیم و آنها به دو بخش تقسیم نماییم ما تنها یک قسمت آن را سایه دار میسازیم. یک قسمت از دو بخش را. پس شما گفته می توانید که 2/4 مساوی به 3/6 است و تمام آنها مساوی به 1/2. تمام آنها مساوی به 1/2 مساوی به 2/4 مساوی به 3/6.